آدمای اصلی حکومت مافیایی جمهوری اسلامی فردن نه نهاد یارو میشه دبیر شورای عالی امنیت ملی یک فرده همه اطلاعات بازار پولی و اطلاعات اقتصادی و امنیتی کشور زیر دستشه بار خودش و خانوادش رو تا هزار سال دیگه میبنده تو سیستم مافیا این شغلات سرقفیه یه عمر رو داره اون یکی میشه رئیس کل بانک مرکزی همه خونوادهش رو کانادا و استرالیا با اطلاعات مالی و قدرت تصمیم گیری که داره هرچی میتونه میدوزه میفرسه خارج تا بعد که اوضاع تنگ شد خودش هم بزنه بره درباره هر دو اینا شمخانی و سیف میگم علی شمخانی 64 ساله فرمانده سپاه خوزستان بود در جریان جنگ ایران عراق بعد از جنگ تو فرماندهی سپاه موند شد وزیر سپاه پاسداران شد فرمانده نیروی دریایی ارتش و سپاه و اون چیزی که قلفتی شمخانی رو وارد مافیای اقتصادی کرد یعنی با قدرتی که بهش داد و دست باز وزارت دفاع در دوره محمد خاتمی بود هر دو دوره هشت سال وزیر دفاع دولت خاتمی بود شمخانی بعدم با رئیس جمهور شدن روحانی تو این از 92 به این ور شد نماینده رهبر حوالی 93 شد نماینده رهبر معظم در شورای عالی امنیت ملی و دبیر این شورا شورای عالی امنیت ملی بالاترین رکن اقتصادی و امنیتی جمهوری اسلامی است و تصمیم گیر برای اینه که این نماینده رهبر در اونجاست درجه نظامی شمخانی سرلشکری است میگن که 14 نفر اصلا تو نیرای جمهوری اسلامی که سرلش کردن یکشونم علی آقا شمخانی خب یه دوستی میگفت که واقعا بیایم فرض کنیم که این شمخانی چهل ساله که در سپاهه یعنی 480 ماه از روز اولم که عضو سپاه بوده و دوره وزارتش رو هم هر ماه حقوقش بوده نیم میلیارد تومن فرض کنیم دیگه حقوقش انقدر بود مجموعا میشه چقدر مگه تو تمام این چهل سال میشه دیویس چهل میلیارد تومن این آدم چجوری ممکنه هفتاد و تا کشتی باربری داشته باشه به اسم خودش نخیر به اسم پسراش و یه چند تا دیگه که حالا یکی یکی میگم براتون بذارین اول بگم که این, این همه پول در واقع این آه، چه میدونم چی اسمش رو بذاریم حالا این کشتی و بعد اموال و فلان و اینا رو چجوری در آوردن اینا یه شرکت درست میکنن به اسم ادمیرال گروپ که هر وقت وبسایت این شرکت رو باز میکنی مثل الان که بازش کردیم نوشته وبسایت در حال ساخته شدن است اطلاعات نداره اصلا وبسایت جلو نمیره به اسم این شرکت ادمیرال گروپ و رانت نماینده رهبر معظم در شورای عالی امنیت ملی خانواده شمخانی میشن یکی از فروشنده های محصولات پتروشیمی کالا رو از هلدینگ خلیج فارس میگیرن که یه هلدینگ سپاهی دولتی است و پر درآمدترین هلدینگ پتروشیمی در ایرانه و اصلا دومین در رده پر درآمدترین هلدینگ ها پتروشیمی و غیره این هولدینگ خلیج فارس دومینه کاله های پتروشیمی رو میفروشن به جای اینکه بعد از برداشت پورسانت خودشون پول فروش رو برگردونن به هولدینگ خلیج فارس میرن کشتی باری میخرن با اون پول از اول نفکش میخرن از سال 91 را انداختن اینو سال 93 ببخشید با هر کشتی باری که میخرن کالاهای بیشتری از پتروشیمی میگیرن و میفروشن میدونی که پتروشیمی هم تا این اواخر تحریم نبود در عرض سه سال میشن اولین لیفتر پتروشیمی کشور اولین بارزن و در واقع باربر پتروشیمی کشور بعد کم کم شروع میکنن پول پتروشیمی خلیج فارس رو پس میدن اونی که از اول گرفتن یعنی چی؟ یعنی ببینین پول کالا رو دادن کشتی خریدن هی hey, دونه 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 بعد پولی که بابت حمل بار بارهای بعدی باید میگرفتن از پتروشیمی پتروشیمی باید بهشون پول میداد که مثلا این, این, این بار پتروشیمی هم کن از اینجا مثلا به چه میدونم عمان مثلا فرض کنید اون رو زدن به حساب بدهیشون بابت اون کالاهای اولیه‌ای که از سال پیش تالا از پتروشیمی میگرفتن همینجوری میاد حالا بخشی از نفتی هم که حمل میشه از ایران و خارج میشه همین خانواده شمخانی انجام میده همین یه ما پیش دو ما پیش بود که بعضی رسانه های داخل ایران مطالبی منتشر کردن درباره پیدایش بابک زنجانی های جدید با فروش نفت بدون زمانت یکی اینه دیگه دنیای اقتصاد یکی از این مافیاها مال خانواده علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی نظام مقدس جمهوری اسلامی است بیشتر کارش هم با اسم پسرش انجام میده مثل هر رئیس مافیایی شما همه باندای مافیایی در همه جهان مافیای مواد مخدر مافیای اصلاح اسلحه دا نمیدونم مافیای نفت مافیای همشون کاراشون اساسا به اسم خانواده‌شون میکنن پسر داشته باشن پسرشون پسر شمخانی هم هیچ فعالیت اقتصادی نداشتن تا دولت اول روحانی که باباشون شد دبیر شورای عالی امنیت ملی شمخانی بعد از طلاق دادن زن اولش دو تا زن داره الان از یکیشون چهار تا بچه داره دو تا دختر دو تا پسر از زن دیگه یک دختر داره بخشی از اموالش به اسم دختر و پسرشه بخش دیگه به اسم یکی از داماداشه اون آقای معروف حسن میر محمد علی که قبلا دربارش مفصل حرف زدیم درباره ویلاهای لواسون و غیره تو انگلیس و امارات هم چند تا خونه لاکچری داره واسه روز مبادا همین شخص این برای نمونه سند یکی از آپارتمان های کوچیکیه که نقلیه که همین سه دستن محمد علی تو دوبهی داره داماد شمخانی دو میلیون و هفتصد هزار درهم ناچیز که البته قیمت سندیشه فقط که دارین میبینین واسه کم شدن مالیات تو امارات مخصوصاً, مخصوصا تو امارات خیلی رایجه که کم میزنن قیمت و چون مالیات رو بالاست خب قطعا خیلی بیشتر از این این قیمت کم کم بگیریم همین یه مورد نقلی حدود ده میلیارد تومنه گل پسر علی شمخانی یکی حسن حسن شمخانی که گرین کارت و آمریکا رو داره بین ایران و دبی جابجا میشه اسمش تو گذرنامه و اسناد سبتی ابوالفضل شمخانیه یه گل پساری دیگه ممدوسه این شمخانی پاسپورت آنتیگوا رو داره بغل سنکیتس با 100 هزار دلار میشه از آنتیگوا پاسپورت گرفت گل پسر ممدوسین شمخانی اقامت آلمان رو هم از طریق علی انصاری گرفته آقای دبیر شورای عالی امنیت ملی زمانی که وزیر دفاع بود یا آدمی تو وزارت دفاع بود به اسم رهبر مدنی این آدم معمور میشه برای چندین سال همون موقع تو لبنان به عنوان مسئول دفتر اوپمایی هما الان این رهبر مدنی بازنشسته است اما پوشش بخشی از اموال شامخانی است دو تا پسر داره به اسم محمد رضا رهبر مدنی و علی رهبر مدنی بخشی از کشتی ها و اموال شامخانی به اسم این دو تا پسره محمد رضا تو ایران علی تو دبی آه... روز این رو نشون ندیم این اسم کافی است علی شامخانی یک صرافی داره به اسم تزامونی آه... میم ره و شرکا در دوبی و تهران دفتر داره همه کارای دوبیش دست آدم است به اسم قربانی زاهد حالا اسم کوچیکش بموند رئیس هیئت مدیره و تصمیمگیر اصلی صرافی این آقای خب دیگه نوشتن دیگه حسین قربانی زاهد همسن و سال و یار قار محمد حسین شمخانی پسر علی شمخانی نمیدونم دنبال کردین یا نه دادگاه یعنی محاکمه احمد اراقچی که معاون ارزی بانک مرکزی بود و برکنار شد و محاکمه شد به اتهام اخلال در بازار ارز کشور هم تو دادگاه هم تو مصاحبه با مطبوعات گفت که شمخانی به عنوان دبیر شورای عالی امنیت ملی نامه داده به روحانی به رئیس جمهور و از طریق رئیس جمهور به سیف بانک مرکزی رئیس کل بانک مرکزی رئیس کل سابق که چی بشه که تو بازار ارز فردایی دخالت کنین بازار ارز فردایی چیه خیلی مهمه دونستن این من کوتاه خدمتتون عرض میکنم بازار فردایی یعنی امروز خریدار و فروشنده میزان ارز مورد معامله و قیمت آن را تعیین می کنند و تحویل آن موکول به یک روز بعد می شود در بازار در بفردا می شود در بازارهای اینچنینی فیزیک ارز جابجا نمی شود امروز خریدار و فروشنده قراری می و فردا که موعد تصویه می شود متناسب با قیمت ها ما به تفاوت ریالی را مبادله می کنند در نامه ای که دبیر شورای عالی امنیت ملی اواخر مهر ماه 96 خدمت آقای رئیس جمهور ارسال کردند به سراحت نوشتند که به بانک مرکزی اجازه بدهید که در این بازار به صورت پوششی مداخله کند آقای روحانی هم به بانک مرکزی ارجاع دادند بخش اقتصادی وزارت اطلاعات هم این اقدام را تأیید کرد و بنا به دستور مستقیم آقای دکتر سیف قرار بود همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات انجام شود که همین اتفاق هم افتاد و همه اقدامات با هماهنگی وزارت اطلاعات و حراست بانک مرکزی انجام شد ببینید مافیا تا کجا رفته یکی از مهمترین چیزهایی که یک سوداگر یه دلال پول باید بدونه تا بتونه بازار ارز رو جیرینگی بریزه تو جیبش اطلاع داشتن از بالا پایین رفتن قیمت ارز تو بازار اگر پیش بدونه که دیگه فبه ها این بازار فردای ارز به قول آقایون که سال 94 تا 96 به گفته احمد اراقچی معاون ارزی وقت بانک مرکزی تو همون دوره روزانه 500 میلیون دلار ارز جابجا میکرد روزی 500 میلیون دلار به نفع کی بود و به نفع کیه به نفع کسی که از فردای قیمت ارز اطلاع داره یعنی سیف رئیس کل بانک مرکزی یا این همتی امروز رئیس کل بانک مرکزی یعنی شمخانی که مستقیم گزارش بازار ارز رو داشت و داره یعنی به طور خلاصه بخش اومدش و شمخانی همه میکنه بخشش رو سیف همه هنگ میکرد الان نمیدونم همتی همون خط داره ادامه میده یا نه عملیات اجرایش هم علی انصاری انجام میداد همه این شرکت های سوری یا به اسم پسرهای شمخانی یا به اسم اقبالیان راننده علی انصاری علی انصاری بیش از واقعا بیش از صد تا شرکت انکبوتی درست کرده هر کدوم از این شرکت که ظاهرا مستقلا مالکیتشون در چند لایه میرسه به علی انصاری این شرکت ها رو میرن به بانک معرفی میکنن و به همین دلیل هم بانکداری خیلی مهمه برای این افراد اصلی مافیا و بانک داشته باشن بانک آینده مال خودشه مال انصاری علی انصاری حالا خواهم گفت که چجوری دستش تو دست سیف و شمخانیه بعد وام های کلون میگیرن بدون اینکه به اسم همون شرکت ها بدون اینکه وسیقه بذارن وسیقه معتبر بذارن ببینین تا سقف ده میلیارد دلار میتونه از بانک آینده من نمیدونم واقعا چه گرفته از بانک خودش نه همه سپرده های شما رو هاپولی کنه توی جریان بندازه مثلا به اسم ساخت ایران مال ده میلیون دلار به اسم اون گذاشته ده میلیون دلاری که گرفته یه قلم از بانک آینده و ادامه داره دیگه بانک مال خودشه و صیف که بود و من نمیدونم میگم با حمتی داره چی کار میکنه باری ولی بالای سر اینا به هر حال شمخانی نشسته در جریان ماجرایه ایران مال یه آدم درستی پیدا شد که یه مدت بازرس شهرداری تهران بود فکر میکنم یه بار یه که صحبتشو پخش کردیم تو برنامه یقیه این کلاهبرداری کلون از مردم چسبید اعلام شد که مرکز بزرگ ایران مال دارد افتتاح شود سریع اومد سخنرانی کرد برای اون مسئولین چگونه تو یک سیستمی یک مالی ساخته شده ده ها هزار متر این مال تقلف داره و متاسفم بگم که با کمال بقاحت دعوتنامه میزنم و مدیران عالی شهرداری تهران و شورای محترم شهر تهران و فردا به جلسه افتتاحیه دعوت میکنن و روزنامه همشهری و ایران اطلاعیه اون مال رو چاپ میکنه یک مالی که ده هزار داره و نامه شهردار منطقه زده و به سمت ماده صد رفته و در واقع باید جلوی ساخت ساز این مال تخلف شده تفلق داشته گرفته بشه با چه تدبیری فردا قرار افتتاح بشه این آقای شیرازی کله شد با استعفا در تیر 1397 ایشون کله شد ایران مال افتتاح شد اینجوری این مملکت فقط هم این نیست پولایی که به اسم وام و تسهیلات گرفته میشه خرج ایران مال میشه کلیش از کشور خارج میشه و این اصل تلاش این باند مافیایی حاکم بر سرنوشت 84 میلیون نفر جمعیت به اسم این شرکت های سوری بدون هیچ ضمانتی از بانک آینده که مال خود علی انصاری است میرن وام میگیرن گفتم یک جا هم نگرفتن یک جا نمیگیرن برای مثال 50 میلیارد تومن میگیرن بعد به اون متمم میزنن 100 میلیارد بهش اضافه میکنن برای اینکه اول با مبلغ پایینتر راحت تر از مراحل دریافت وام با و تسهیلات بانکی عبور بفرمایند بعد بانک آینده این وام رو چجوری میده و همچنان داره میده چک که تضمینی صادر میکنه به اسم فرد میدونین به اسم شرکت اینو مثلا میرن تقاضا به اسم شخص چک تضمینی صادر میکنه یعنی شما 5 میلیون تومان تحصیلات گرفتین از بانک میگین سی میلیون تومنشو یه چک تضمینی بدین به آقای حسین قلی میرزا 20 میلیون دیگه هم یه چک تضمینی بدین به خانم زهرا زینبی مثلا بانک این اجازه رو نداره بانک وقتی وام تسهیلات به یه شرکت میده به اسم شخص نمیده به شخصیت حقوقی میده برای کار مشخص همه جای دنیا اینجوریه حالا اینا چی کار کردن؟ بانک آمده در بچ 60 نفر چکای یک میلیارد و نیمی صادر کردن این بانک آینده چرا برای 60 نفر؟ بسه رد کن کنیم ببینیم وقتی قیمت ارز اومده بالا اینا بخشی از اون پول رو فروختن یعنی مثلا با دلار پنج هزار تومن دیویس میلیارد تومن تحصیلات میگیرن به اسم یه شرکت بعد دلار که میشه مثلا 17 هزار تومن پولشون میشه نزدیک 4 برابر بعد تو معاملات ارزی بندازنش که اصلا پول رو میبرن دوبه کمی معاملات رو بکنن با یه خرید و فروش ریال و درهم یک روز سرمایهشون رو چهار برابر میکنن بعد با یک چهارم این سرمایه که پولی که الان دارن با یک چهارمش همون پول اولیهی گرفتن یعنی اون پنج میلیون میرن اون وامی رو که از بانک گرفته بودن پس میدن یعنی یه سومشو میرن دو سومشو نگه میدارن یا یک چهارمشو میرن سه چهارمشو دیگه خوردن دیگه سود کردن مثلا از فروش فلان بعدم شرکت رو منحل میکنن که دیگه هیچ رد پایی نمونه مثلا ببینید پولی که از کانال واسطه که اینجا صرافی آریاس ریخته میشه به حساب مریلند اینترنشنال در دبی همون روزهای 17 و 18 دسامبر 2017 مجموعاً 34 میلیون و 572 هزار و 170 درهم به حساب شرکت مریلند اینترنشنال تو دو روز یعنی شخص یعنی به حساب شخص علی انصاری اینجوری ارز خارج میشه با همدستی علی انصاری و سیف و شمخانی بخش از این درهمو میدن در ایران ریال تحویل میگیرن و شرکت رو تصفیه میکنن و بعد منحل بعد این پولو که در عرض دو سه ماه شده چهار هزار میلیارد تومن منتقل میکنن به کانادا و استرالیا بخشش به کانادا به اسم خانم حمیده سین که قیمت فقط یک آپارتمان که در مرکز شهر تورنتو خریده دوازده میلیون و شیشتد هزار دلاره. خانم حمیده سین همسر علی انصاری است این پول اینجوری جابجا میشه علی انصاری یه مقدمه یه, یه... یه توضیح کوتاهی بدم در رابطه اینا با معتلفه همیشه پای پتروشیم متالفه هست علی انصاری از طریق واعظ آشتیانی نماینده مجلس وصف بوده است مدتی طولانی به مجلس یک کانال دیگه هم قدرت علی خانی نماینده سابق مجلس خواهر علی انصاری با پسر قدرت علی خانی ازدواج کرده رابط علی انصاری با علی شمخانی واعظ آشتیانی است که شاید شنیده باشیم به اسم حسن آشتیانی میشناسنش اطرافیانش از متالفه است از دفتر دوبه علی انصاری همین آقای واعظ آشتیانی ماهانه پول دریافت میکنه رسیدای داخلی اینا هست با تاریخ های مشخص هر ماه به طور منظم که البته مبلغش زیاد نیست حیوانی ماهی ۳ هزار درهمه که الان باز واعظ آشتیانی میخواد بره مثلا تو مجلس و انتخابات حاملی حامی مالیش هم همین همی علی انصاری علی انصاری میدونین که مردم با بانک تات شناختنش دیگه بانکی که به دلیل مشکلات در شفاف سازی سهامداران منحل شد و به جای آن بانک آینده به وجود آمد بانک آینده در سال 1391 در پی ادغام بانک تات مؤسسه مالی و اعتباری صالحین و مؤسسه مالی و اعتباری آتی تأسیس شد یکی از نکات جالب توجه این بانک جذب بیش از 122 هزار میلیارد تومان سپرده است که معادل 10 درصد کل سپرده های جذب شده توسط کل بانک های آزاد در کشور است با این وجود پارسال دوباره علی انصاری میخواست اعلام ورشکستگی کنه بانک آینده هم مثل بانک تات منحل اعلام کنه پولا رو بزنه به یک زخمی شاید شاید هم شد که کشور فرار کرد بعد یکی اومد تو سیمای آقایون گفت نه من امروز تو امین و ضرب دیدمش بعد بارها تظاهرات شد جلو بانک آینده سپورت گزارا حراسان از اینکه پولاشون اینجا هم که میگن و ازش خوبه خورده شده بعد کم کم سر و صدای ورشکستگی خوابید این،, این که ارزش خوبه این بالا بودن میزان سپردهای مردم تو بانک آینده که میدونیم قبلا گفتم به شیوه رانتی که اسمش تو سیستم بانکی میگن شیوه پونزی انجام میشه یعنی برای یک دوره معین بانک مرکزی اجازه میده به فلان بانک بهره بیش از سقف بهره بانکهای دیگه به مردم بده این بانک اینجوری مردم میره تو اون بانک سپرده میذارن بعدم نرخ بهره بعد از اون مدت معین اندکی میاد پایین که برابر بشه با سقف بهره بانکای دیگه ولی تو همون دوره این برده این امتیازو چرا؟ چرا بانک مرکزی با اجازه شمخانی شورای عالی امنیت ملی به انصاری بانک آینده میده داده علی انصاری و علی شمخانی همیشه با معتلفه رابطه خوبی داشتن البته چون معتلفه همیشه خیلی بوی پول میده علایدین میر محمد صادقی معروف به حاجاقا علا که تو معتلفه است و رئیس سازمان اقتصاد اسلامی که متهم شد به بالا کشیدن 3000 میلیارد تومان از پول صندوق های قضا الحسنه شده عضو هیئت امنای ایران مال که مال علی انصاری من تون تون میگم رابطه رو خودتون دیگه جمع کنین دیگه اینجا دو تا معتلفه ای داریم یکی حاجاقا علا یکی دیگه باعث آشتیانی چرا معتلف مهمه اینجا چون صادرات پتروشیمی هنوز هم دست معتلف است پسرای شامخانی از معامله با پتروشیمی شدن مالتی میلیاردر رابطه شامخانی و انصاری از طریق واعظ آشتیانی برقرار است بخش از سهمش شامخانی از طریق شرکتاش در دبی میگیره بخش دیگه علی انصاری براش خونه و برج پاساش میسازه توی زمین 2600 متری تو خیابون فرشته تهران یک پازاش و مرکز خرید ساخته میشه داره ساخته میشه ملک به اسم آذر خانوم آذر میدوخت زن دوم علی شبخانی یعنی زن سومش حالا زن دوم که داره دو زنی که بودند سازنده مرکز خرید که علی انصاری میاد مفت مجانی برش میسازه اینجوری سهمش میده بی خود نبود که داد بچه های اسکان نیوز هم در اومد که آخه شمخانی ما چقدر در اومد داری که فقط یکی از خونه های خونوادگیش باید تو الهیه باشه گرونترین و لاکچری ترین منطقه فکر می کنم کله ای تو این همه برجای سر به فلک کشیده و لاکچری این پروژه رو شما مشاهده میکنید حالا این پروژه برای کیه برای آقای حسین شمخانی فرزند آقای شمخانی امنیت ملی دوستانی که میان همیشه حرف از تحریم و سایر غذا یا میزنن دشمن و اینجور چیزا هم اینم هم ببینن ببینین این ملک و این قصر 1500 میلیارد تومنی مال کیه؟ زینب شمخانی عبالفضل شمخانی یا همون حسن شمخانی محمد حسین شمخانی زهرا شمخانی علی شمخانی ممد حسین شمخانی پسر بزرگ حاج علی آقا سرلشگر نماینده آقا در شورای عالی امنیت ملی است از دانشگاه آمریکایی بیروت فارغ و تحصیل شدن ایشون هر ترم این دانشگاه یعنی هر سه ماه ده هزار دلار شهریشه حسین و حسن شمخانی مدیران شرکت کشتیرانی ادمیرال گروپ هن که تو تهران دوبهی بمبهی بومبهی حالا و سنگاپور دفتر داره کشتی های باری شمخانی زیر پوشش همین ادمیرال گروپ فعالیت میکنن برادرزاده های شمخانی که به سردار راجلی آقا میگن اموجون اونام نونشون تو روغنه معود شمخانی 22 سالشه سرپرست معاونت عمرانی منطقه آزاد ارونده هادی شمخانی این گل پسر اصلا 22 سالش هم ظاهرا نشده در سفارت جمهوری اسلامی در روسیه مشغولن ایشون به اسم کارشناس سیاسی خاورمیانه مقیم مسکو هستن ایشون بذارین درباره نقش سیف بگم و نقشه سیف رئیس قبلی بانک مرکزی تخصیص ارز به بانک ها و شرکت های تولیدی و مالی به سیف مربوطه به سیف مربوط بود تا زمانی که رئیس بانک مرکزی بود از اول دولت سیف از طریق علی رضا شیرانی چارسوقی به علی انصاری بس میشه علی رضا شیرانی چارسوقی از زمان بانک تات و عضویت در هیئت امنای بانک تات صندوقدار علی انصاری بوده با اون بوده قبلا تو روزنامه اطلاعات کار میکرد بعد اومد به معاونت بانک مرکزی زیر دست سیف بعد از طرف بانک مرکزی شد رئیس شعب بانک صادرات در امارات به اتهام تخلف مالی سازمان بازرسی گیرش انداخت ناطق نوری علی اکبر ناطق نوری دخالت کرد و جلوی حتی تعویز او رو از اون پست گرفت ناتق نوری مثلا چکار است رئیس بازرسی دفتر آقای امام خامنه ای بود و رفیق فابریک سیف دی آدم گنده است ای این مافیای حکومت ناطق و سیف هر دو زورخونه چی و یار بازو بعد از اینکه سیف و روحانی تحت فشار مردم مالباخته کنار گذاشت کردش مشاور مالی و پولی رئیس جمهور از اونجا ورش داشت کردش مشاور مالی رئیس چمبر. روحانی ها سیف و. بعد وزیر ورزش همین آقای سیف رو کرد عضو یا رئیس فدراسیون ورزش های زورخانی و کشتی... کشتی پهلوانی 23 شهریور 98 ولی الله سیف که خود از پیش ورزش زورخانه ای است از مدیران ارشد اجرایی کشور محسوب می شود که همکتون به عنوان مشاور رئیس جمهور در امور پولی و بانکی فعالیت می کند و به عنوان مدرس و عضویت علمی دانشگاه و فلان و بهمان و اینا احداث زورخانه بانک مرکزی ایران مرمت و بازسازی زورخانه بانک ملی از دیگر خدمات ارزنده ایشان به ورزش ملی و تاریخی کشورمان است ناطق نوری و سیف رابطه نزدیکی دارن هم نزدیکی قارتگرانه هم نزدیکی زورخانه ای زورخونه بانک مرکزی رو که سیف را میندازه از ناطق نوری دعوت میکنه بیاد اونجا رو افتتاح کنه خب سیف و انصاری چجوری به هم وصل میشن از طریق شیرانی چارسوقی که گفتم بانک آینده که مال علی انصاریه مبالغ هنگفتی تسهیلات داده بود به برای ساخت ایران مال که مال علی انصاری قضیه که روشد بانک مرکزی باید عکس نشون میده دیگه شیرانی که تو معاونت بانک مرکزی بود معاونت سیف بود واسط شد حالا اگه عکس شیرانی رو میتونیم نشون بدیم دوباره نشون بدیم خوبه واسط شد بین انصاری و سیف که راه حل وسیق گذاشتن سند ایران مال رو پیدا کردن دیگه که میدونید سیف این وسط چقدر گرفت نمیدونم ولی میدونم که رو از طریق شرکتی به اسم نور در کانادا میگرفته یا انوزم میگیره همسر و دختر بزرگ سیف به اسم زهرا سیف دختر بزرگش به اسم زهرا سیف و همینطور گل پسرش به اسم علی سیف شهروند کانادا هستند دختر کوچیکه نرگس شهروند استرالیاست همه از کانادا رفتن استرالیا و در اونجا ساکنن سیف خودش رابطه مستقیم با شرکت نور البته که نداره دختر و پسر و دامادش وقتی کانادا بودن مبالغی را که نمیدونم چقدر از نور در کانادا گرفتن یعنی پولا رو به اسم شرکت نور منتقل میکنن کانادا اونجا شرکت نور میریزه به حساب خانواده سیف مفسدان اقتصادی رو دارن آقای, آقای رئیسی و اینا دارن دنبال میکنن و محاکمه میکنن مهمه این آقای علی رزا شیرانی چار سوخی مرسی مهمه بله مهمه که دارن محاکمه میکنن مفسدان اقتصادی رو یکی یکی چی چیش مهمه محاکمه شون نه بابا این که بدونیم چرا محاکمه شون میکنن قبلا هم گفتم که تنها هدف جمهوری اسلامی نمایش مبارزه با فساد اقتصادی چاقو دست خود چه هرگز نمیبره هر کسی رو از درون این مافیا گرفتن یا مثلا براش پرونده درست کردن ورش داشتن گذاشتنش توی پست دیگه از سیف بگیرین که ریاست بانک مرکزی ورش میدارن میذارنش مشاور مالی رئیس جمهور تا اون آقای شهردار قالیباف با اون پرونده کلوفت املاک نجومی که امام قامنه این از به مجمع تشخیص مسئولات نظام که مسئولات نظام رو تشخیص بده و یک نمونه کوچیکم خدمتتون عرض کنم آقایی که به دلیل فساد در شهرداری قالیباف محکوم میشه همین سال 96 بشه. پنج سال محرومیت از شغل دولتی میشود رئیس سازمان فرهنگی شهرداری میبینین دیگه وزیر بببب... اسمش چیه من اسمش رو نمیتونم بخونم اسم این آقای